با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه حالتون خوب بوده باشه. ودایلقا هستم در خدمتتونم با یکی دیگه از برنامه‌های کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم، همکارم زهرا لطفی اخبار این هفته رو به سمع نظرتون میرسونه. لطفا توجه بفرمایید. با درود به شما و بینندگان برنامه زندانیان سیاسی، خودکشی بهنام بخشایش بر اثر فشارهای زندان. بهنام بخشایش در اثر فشارهای وارد از سمت مردانی رئیس زندان دست به خودکشی زده است که خوشبختانه خطر تا حدودی رفع شده است. فشارهایی که رئیس زندان به زندانیان وارد کرده است دیگر راهی جز خودکشی ندارند. اوضاع در زندان رجای شهر روز به روز بدتر می شود. بهنام بخشایش در حال حاضر در انفرادی به سر می‌برد و به دستور رئیس زندان باید تا عید در انفرادی باشد. وضعیت وخیم جسمانی آرش صادقی. آرش صادقی زندانی سیاسی بند 8 زندان اوین طی روزهای متوالی به دلیل تنگی تنفس و تپش قلب شدید به بهداری زندان اوین منتقل و با دستگاه اکسیژن به وی رسیدگی شد. پزشکان زندان وضعیت آرش صادقی را به شدت وخیم گزارش کردند و از مشکلات وخیم جسمی و اینکه از شروع اعتصاب مکررن با دستگاه اکسیژن مورد درمان قرار گرفته ابراز نگرانی کردند. قابل ذکر است همچنین این زندانی سیاسی از حق ملاقات با همسرش گلرخ ایرایی محروم بوده و در طی این مدت این زوج زندانی فقط دو بار آن هم به مدت نیم ساعت در دفتر رئیس زندان یکدیگر را ملاقات کردند. مسئولین تا الان هیچ گونه واکنشی نسبت به خواستا و وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی نشان ندادند. زندانی سیاسی مرتضی مرادپور در 45 روز از اعتصاب قضا که نزدیک به 25 کیلو کاهش وزن داشته است، این زندانی سیاسی را به زندان تبریز منتقل کردند. جان مرتضی مرادپور در خطر است. وخامت جسمی بهنام موسیون و عدم هر گونه رسیدگی پزشکی. بهنام موسیون زندانی سیاسی که از 13 آذر در حمایت از آرش صادقی دست به اعتصاب غذا و فقط آب مصرف می کند، به دلیل عدم تحویل گرفتن نامه اعتصابش توسط مقامات زندان بدون هر گونه رسیدگی پزشکی قرار دارد و با ضعف شدید جسمانی مواجه شده است. امید علی شناس جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد. امید علی شناس جهت اجرای حکم 7 سال حبس توسط ماموران سپاه سارالله و با نشان دادن حکم در منزل پدریش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. امید علی شناس در 13 شهریور سال 93 بازداشت و به بند 2 الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌رغم سطور قرار وثیقه 100 میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلوم از پذیرش وثیقه خودداری کرد و با پایان بازجویی به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی پس از 16 ماه بازداشت در 28 دی ماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این زندانی سیاسی در دادگاه بدوی توسط قاضی مقیسی به 10 سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. بهنام ابراهیم زاده تحت بازجویی جدید قرار گرفته است. بهنام کارگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران که بیش از 7 سال در زندان به سر می‌برد، اخیراً تحت بازجویی قرار گرفته با اتهامات فحاشی به رهبری و ارتباط به احمد شهید روبرو گردیده است. طی این بازجویی علاوه بر تهدید، تنبیهاتی نیز برایش تدارک دیدند. ممنوع ملاقات برای 4 جلسه و عدم ملاقات با همسرش در مورخه 15 آذر از جمله آن است. همچنین علاوه بر اذیت و آزار وی جهت اعزام به بیمارستان نیز هزینه درمان را طلب کردند. این رفتارها مصادیق آشکار شکنجه روحی و روانی این زندانی به شمار می رود. انتقال مهدی فراهی شاندیز به بند عادی زندان. روز یکشنبه مهدی فراهی شاندیز به علت بیماری و تب باله که در انفرادی بند 5 به آن دچار شده بود، با برانکارد به بهداری زندان منتقل شد. به گفته یکی دیگر از زندانیان سیاسی که او را دیده گفته است، وقتی با مهدی شاندیز صحبت کردم به خود می‌لرزید و تب بالایی داشت و در جواب سوالی که از او پرسیدم چرا اینقدر ضعیف و مریض شده ای، به سختی و با بدنی که می‌لرزید گفت می‌خواهند مرا بکشند.
در انفرادی لباس و پتو به من ندادند و هر ماموری که می آمد فقط مرا تهدید به مرگ می کرد و می گفتند تازه این چیزی نیست، در این سرما خودت می میری تا یاد بگیری به خامنه ای فوش ندهی. و اینکه بعد از نیم ساعت که در بهداری بود او را به بند 10 انتقال دادند. وقتی از رئیس بند 4 شجاعی پرسیدیم چرا مهدی را به بند 10 انتقال دادید، گفت دستور رئیس زندان مردانی است. ایشان گفته که دیگر اتهام سیاسی مهدی شاندیز به دستور دادستانی کرج تمام شده است و باید در بند عادی ها باشد. با سپاس از شما. بله، با تشکر از همکارم زهرا لطفی. بله، برنامه رو ادامه میدیم و همراه میشیم با الیاس اسلامی منش، ایشون فعال سیاسی هستن که در برنامه امروز ما شرکت میکنن. الیاس اسلامی منش، با سلام و خوش آمد به شما به این برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت سحکا خانم ودا ایلکا و همکارانتون و سلام در خدمت تمام مردم ایران. من در خدمت شما هستم. بله بینندگان عزیز، برنامه ما در رابطه با آرش صادقی به همسر ایشون گلرخ ایرایی هستن که تو چه شرایطی قرار دارن و وضعیت اعتصاباتشون و کلا اتفاقایی که تو این مدت براشون افتاده و در رابطه با پروندهشون افتاده، دوست عزیزم میخوام بیشتر برامون توضیح بدن. الیاس عزیز، در رابطه با اعتصاباتی که کلا تو این مدت وجود داشتش، البته این یه مقدار کلی سوال من در رابطه با کلا زندانیان سیاسی و مختص در رابطه با آرش صادقی، فکر می‌کردم یه مقدار ممکنه توضیح بدین که شرایط اعتصابش به کجا به رسیده و الان تو چه وضعیتی قرار داره. مرسی. آرش صادقی همونطور که میدونید فعال سابق دانشجویی بودش که من اول یه چکیده از بکگراند آرش صادقی میگم. ایشون فعال دانشجویی بودش که به 19 سال حبس تعلیقی محکوم شدش توسط قاضی صلواتی. آرش صادقی در این مدت که از 1395 بعد از شهریور 95 دستگیر شد، اینو بدونیم که الان آرش مدتیه که 54 روز اعتصاب قضاشو داره سپری میکنه. شرایطی که الان آرش صادقی داره افت فشار و الان 18 کیلو وزن کم کرده در اعتصاب قضا و تنگی نفس داره، تپش قلب داره و چند سری هم خون بالا آورده درون زندان. و خودتون میدونید درون زندان اوین طوری هستش بر این مبارز، بر این فعال دانشجویی، که اصلا هیچ روند اجرایی و روند درمانی نداره و اصلا رسیدگی نمی کنه. مدتی هم بودش که خیلی از فعالین و حتی خانوادهش از وضعیت وخیم جسمانی آرش بیخبر بودن و الان ما تونستیم با ارتباطاتی که درون زندان داریم این اخبار رو داریم که آرش به شدت وزن کم کرده و حتی همبندی هاش زیر بغلش رو گرفته بودن و راه می برده و اصلا کشش اینو نداره که راه بره آرش و به این صورت افتاده. و هیچ متاسفانه مقامات یا بهتر بگم حکومت قاتل جمهوری اسلامی هیچ توجهی نمی کنه و به گونه آرش رو در بدترین فشار ممکن گذاشته، کسی که اصلا حکمش این نبوده و اتهاماتی که بر تبلیغ علیه نظام بر این جوان وارد شده نادرست بوده. در ادامه صحبت ها سوالی هست بفرمایید، ادامه میدم. سپاسگزارم. بله خواهش میکنم. بله، وضعیت همسرشون تو چه شرایطی هستش؟ چون به هر حال توی جای مختلف ما خوندیم و دیدیم که اومده که ایشون یه ملاقاتی خوب داشتن و بعدش هم نامه ای نوشتن، ظاهراً خب کمک خواستن از کلن سازمان‌های جهانی که در رابطه با وضعیت آرش صادقی چه کار باید کرد و چه اقداماتی میتونن بکنن. یه مقدار فکر کردم در مورد این موضوع توضیح بدید. گلرخ ابراهیمی ایرایی که در بند نسوان زندان اوین بازداشت هستش، چند سری
نامنگاری هایی کردش که با ایزوله کامل خبری همراه بود و خب این حوادثی هم براش داشت که از سمت دادستانی و همون حالا داخل زندان، مامورین داخل زندان که با شرایط فوق العاده امنیتی این نامه رو نوشت و به دست حالا فعالینی که در خارج از کشور هستند درخواست کرده برای آزادی همسرش و شرایط همسرم رو ببینید در چه شرایطیه و داره میمیره و این نامه رو نوشت برای اینکه به دست عاصمه جهانگیر و سازمان ملل برسه و خب اینو ما در اختیار داریم و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در این نامه اومد یک امضایی جمع‌آوری کرد که توسط این کمیته انجام شد برای کمک و برای رساندن صدای گلرخ ایرایی برای حمایت از همسرش آرش که ما بیاییم دست به دست بدیم و نذاریم اتفاقی بدتر از این برای این جوانی که حکمش سرکار خانم این نبوده، حکم تبلیغ علیه نظام و مقامات جمهوری اسلامی، 19 سال حبس برای یک جوانی که از آزادی صحبت کرده و فقط برای یک کلمه نه، برای اینکه از اعدام، برای اینکه اعتراض بکنه و الان به 19 سال حبس محکوم شده برای کاری که نکرده و این توهین ها در جمهوری قاتل جمهوری در جمهوری هستش که قتل انجام میده، جمهوری اسلامی که بدون هیچ رأی حکم صادر میکنه و هیچ عدالت خواهی و هیچ کسی نیست که بدونه که چرا در بند قانون اساسی به طور مثال 172 168 61 و 57 قانون اساسی اصلا کسی نیست که بدونه که چرا این قانون بدون هیئت منصفه برای آرش صادقی حکم بازداشت صادر کردن و در هیچ دادگاه صالحه اروپا و در هیچ دادگاهی همچین قوانینی نیستش که هیئت منصفه مردم باید باشن و جمهوری ننگین از حکومت استفاده میکنه و ایشون رو بدون هیچ دلیلی بازداشت کردن و با نامه احضاریه درخواست کرده بود که چرا حکم من به کجا میرسه و نیروی سپاه پاسداران، نیروی سارالله اینو بازداشت کردن. اینا متاسفانه با تمام این نقض این قوانین روز به روز فشار و سرکوب بر مردم، بر فعالی مثل آرش، همسرش گلرخ دارن فشار میارن. اینا جمهوری اسلامی با تمامی این شانتاج نمایی و با تمامی این سرکوبگرایی داره رأی خود داره به قول معروف جایگاه خودش رو در منطقه حفظ میکنه. جوانی که فقط یک فعال دانشجویی بوده توسط یک قاضی که به عنوان اسم قاضی صلواتی به 19 سال حبس محکوم شده که در هیچ جایی همچین قانونی در هیچ جای دنیا نوشته نشده و حتی واکنش امنست اینترنشنال سازمان عفو بین الملل رو داشته، چند سری نامه دادن به مقامات وزارت امور خارجه که اصلا هیچ وزارت امور خارجه تازه گفته شما به وضعیت کشور خودتون نگاه بکنید، کشور ما یک جمهوری اسلامیه و ما رسیدگی میکنیم شما. خب متاسفانه ولی تمام این فعالین چه از کمیته چه از سازمان ملل و فعالین حقوق بشر شبانه روز دارن برای آزادی این عزیزان که واقعا درون زندانهای مخوف، زندانهایی که یک روز یک ساعت واقعا وحشتناک هم از لحاظ رسیدگی درمانی به این صورت دارن از دست میرن، ما باید به این صورت صدای تک تک این عزیزان باشیم در این حال. من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، من فقط یه سوال پیش اومده، وضعیت گلرخ الان تو چه شرایطیه؟ اون چه وضعیتی داره؟ بله، وضعیت گلرخ الان خب ایشون هم مشکلات روحی شدیدی داره، ایشون هم به شدت الان ضعف جسمانی داره، خب با چند سری خب با توجه به وضعیتش خب حالت خوبی نداشته، خب ولی متاسفانه درون زندان اصلا رسیدگی به ایشون نمی کنن و ایشون با توجه به خب شرایط همسرش، نامه هایی که داده ولی هیچ رسیدگی نمی کنن. الان با توجه به استرس، یک سری
از بیهوش شده و با توجه به شرایط همسرش رو داره میبینه و بیهوش شده و به این حال رسیدگی اصلا به گلرخ نمیکنن. به این حالت الان در نگرانی، در استرس شدید به سر میبره و تا اینجا من اطلاعات از ایشون دارم. بله، آیا شما اطلاع دارید که اصلا چرا گلرخ دستگیر شده؟ گلرخ به خاطر اینکه اونم به عنوان توهین به مقدسات ایشون رو بازداشت کردن. حکمی که گفتم به هیچ عنوان انجام ندادن و متاسفانه به همراه آرش صادقی دستگیر شدن. بله، ببینید، سوال آخر من، یه مقدار شما تو سال دوم در واقع توضیح دادین در رابطه با اقدامات اساس سازمان جهانی اینا، ولی من یه مقدار توضیح کاملتر اگه در رابطه با این موضوع داری لطفاً برای من توضیح بدین که کلن سازمان‌های جهانی و فعالین سیاسی اینا چه اقداماتی در رابطه با این موضوع کردن در رابطه با آزادی آرش صادقی و اینکه خود کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایشون چه کاری کرده، چه اقداماتی در رابطه با این موضوع کرده؟ سازمان‌های جهانی از حقوق بشر الان با جلساتی که دارن، خب جمهوری اسلامی رو میخوان که بیاد و در این سازمان پاسخگو باشه و فشارهایی که خب از به این صورت تمام فعالین که در خارج هستن و سازمان عفو بین الملل و تمامی اینها با حالا با مسائلی مثل امضای توییتری هستش یا جمع‌آوری امضا یا به هر صورتی دارن فشار میارن بر مقامات جمهوری اسلامی مثل صادق لاریجانی که چندین سری نامه زدن، همین سازمان‌های حقوق بشری نامه زدن از سازمان ملل، ولی این فشارها هستش برای آزادی آرش و مثل کمیته مبارزه به آزادی زندان سیاسی که خب با جمع‌آوری امضا، ساخت کلیپ یا با برنامه‌های تلویزیونی برای اطلاع رسانی، برای همراهی با مردم و سازمان‌ها داره همکاری می‌کنن و تا بتونن این اعتراض رو یا این اعتراض رو به گوش جمهوری اسلامی برسونن برای آزادی و برای جلوگیری از این بدتر شدن وضعیت آرش و همسرش. بله، خیلی متشکرم. مرسی الیاس عزیز و شبتون خوش. سپاسگزارم. شب خوش. بله دوستان عزیز، برنامه رو با الیاس اسلامی منش، فعالین سیاسی، از فعال سیاسی هستن ایشون، که به اینجا رسوندیم که وضعیت آرش صادقی به همسر ایشون گلرخ ابراهیمی ایرایی به چه شکلی بوده و به کجا رسیده الان و سازمان‌های دولتی یا کلاً جهانی به چه کارهایی دست زدن برای آزادی این دو عزیز. این که خب کمپینایی که به حال خود کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گذاشتن و در واقع کارهایی که کردن مثل جمع‌آوری امضاها، اینای کارهایی که همیشه به حال توی برنامه هایی که کلا ماها داریم توی برنامه خودمون همیشه به این شکل هستش که خب طبیعتاً خب برنامه ما هستش، کلا کار ما هستش که همیشه بتونیم به این شکل مردم، کسایی که شاید آرش صادقی رو نمیشناسن، بشناسیمشون و بگیم که آرش صادقی به امثال ایشون کی هستن که در زندان های جمهوری اسلامی هستن و چه کارهایی میشه براشون کردش. و من میخوام در اینجا بگم که واقعا ما، هر کدوم از ما، تک تک ما باید صدای آرش صادقی و صدای گلرخ ایرایی و تمام زندانیان سیاسی که در زندان های جمهوری اسلامی هستن باشیم. با اجازتون برنامه این هفته رو به پایان میبریم. آرزوی که روزهای خوش و ساعت خوشی رو داشته باشیم، ولی در پایان برنامه یک کلیپ کوتاهی داریم که در رابطه با کلن آرش صادقی و وضعیتشون هستش که توجهتون رو جلب میکنم. شبتون بخیر. نامه همسر جعفر عظیم‌زاده در حمایت از آرش صادقی فردا دیر است. همین امروز برای حفظ جان آرش صادقی به حمایت از او برخیزیم.
مسئولیت حفظ جان آرش صادقی مستقیماً بر عهده بالاترین مقامات دولتی و قضایی کشور است. جان آرش صادقی فعال مدنی به شدت در خطر است. مقاومت بدنی همه انسان‌ها در برابر اعتصاب قضا یکسان نیست. آرش تا امروز که در 41مین روز از اعتصاب قضا به سر می‌برد، چندین بار لخته خون بالا آورده و دچار بیهوشی‌های مکرر شده است. تمامی اخباری که به طور موثق از طریق همبندی‌های آرش شنیده می‌شود، حاکی از وضعیت جسمانی بسیار خطرناک ایشان است. آرش صادقی خواهان آزادی و رسیدگی عادلانه به پرونده همسرش گلرخ ایرایی است که فقط به دلیل یک نوشته منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به 6 سال زندان محکوم شده است. او و همسرش عضو هیچ گروه و سازمانی نبوده و نیستند. آنان جوانان شریف، آزادیخواه و عدالت طلب هستند که نه اختلاس میلیاردی کردند و نه مرتکب جرم و جنایتی شدند که زندگی و جوانیش در کنج زندان‌ها بگذرد. آرش صادقی دانشجوی اخراجی رشته فلسفه دانشگاه علامه تهران است که در پی وقایع سال 88 بازداشت شد و مادر 41 سالش به دلیل شوک وارده در لحظه بازداشت وی جان باخت. از آن زمان تا کنون تمام زندگی این جوان تسلیم ناپذیر و پرشور و آزادیخواه در دادگاه‌ها و زندان‌ها سپری شده است و در حال حاضر با 19 سال محکومیت محبوس در بند 8 زندان اوین است که در اعتراض به 6 سال حکم زندان و بازداشت غیرقانونی همسرش دست به اعتصاب قضا زده است. ما در دفاع از آرش صادقی و پشتیبانی از خواسته برحق وی نسبت به حفظ جان این جوان شیفته آزادی و برابری به دولت و قوه قضاییه و کلیه عوامل معلوم و نامعلوم در کشور که با جان جوانان این آب و خاک بازی می کنند و آنها را در عنفان جوانی با پرونده سازی های واهی به اعتصاب قضا و وارد آمدن لطمات جبران ناپذیر بر جسم جانشان می کشانند هشدار می دهند. با نسبت به حذف اتهامات امنیتی از پرونده های همه فعالین صنفی مدنی اقدام و به فوریت به خواست آرش صادقی برای اجرای قانون درباره پرونده گلرخ ایرایی رسیدگی نمایند. ما مسئولیت حفظ جان آرش صادقی را به عنوان یک زندانی مستقیماً بر عهده بالاترین مقامات دولتی و قضایی کشور می‌دانیم و از آرش عزیزمان مصرانه می‌خواهیم تا با پذیرش مراقبت‌های پزشکی که منافاتی با تداوم اعتصاب قضا ندارد، شرایط لازم را برای ما امضا کنندگان این تومار اعتراضی جهت رسیدگی به خواسته‌های برحقشان فراهم نماید.